ملودی عشق، نگارشی از محمد نوری، فصل پنجم، ویلای ملودی. شیرین گفت یه قول به من بده، تا رسیدن به ویلا بجز به مناظر راه و پیدا کردن میوه فروشای محلی به هیچی فکر نکنی. باشه؟ ملودی گفت خوش به حالت که چیزایی به این کوچیکی اینقدر تو رو خوشحال میکنه. شیرین گفت باور میکنی یا نمیکنی زندگی رو همین چیزایی کوچیک به ظاهر بی ارزش لذت بخش میکنه، ولی ما آدما همیشه دنبال خواسته های آنچنانی هستیم که معلوم نیست به دست بیاد یا نیاد. تازه اگرم بهش برسیم معلوم نیست دردی رو از ما دوام میکنه یا نه. ملودی گفت شیرین، آدم از با تو بودن خسته نمیشه، اگرچه همش مثل معلم ها حرف میزنه. شیرین گفت قرار بود که تو چشمات به جاده باشه، نگه دار، به اولین جایگاه میوه رسیدیم. ملودی ماشین رو نگه داشت. شیرین پرید بیرون. پسر بچه پشت یه پیشخون بود. شیرین دستی به سرش کشید و موهاش رو به هم زد. پسر بچه با اخم خودش رو کنار کشید. زنی که معلوم بود مادر پسر بچه گفت سلام خانم، چی بدم خدمتون؟ شیرین گفت یه پاکت بده. شیرین مقداری میوه از سبدهای میوه ریخت توی پاکت و مقداری پول به دست زن روستایی داد. از لبخند زن و تشکر او معلوم بود که پول بیش از اونیه که او انتظار داشت. پس از تشکر کردن گفت خانم اجازه بدین براتون اونا رو بشورم. پاکت میوه رو گرفت و با یک کیسه پلاستیکی برگشت. شیرین ازش خداحافظی کرد و به ماشین برگشت. یه تکه هلو توی دهن خودش گذاشت و گفت چی خوشمزه و چی خوشبوه. یکی رو هم میخواست توی دهن ملودی بذاره که ملودی گفت چطور جرأت میکنی اینو بخوری؟ شیرین با لبخندی گفت بخور ملودی، قول میدم که نمیری، بخور ببین کیف دنیا تو چیه. ملودی هم گاز کوچیکی زد و گفت آره خیلی خوشبو و خوشمزه است. این برنامه وایستادن و میوه خریدن و خوردن تا ویلا ادامه داشت. ملودی گفت شیرین فکر میکنم تو توی این یک هفته از من یه آدم دیگه‌ای بسازی. شیرین گفت برنامه همینه، خدا کنه که موفق بشم و الا خودمو میکشم، گناهشو هم میذارم گردن تو. و هر دو زدن زیر خنده. ملودی گفت شیرین باور کن سال هاست که اینطوری نخندیدم، ممنونم که با من هستی، امیدوارم یه روز بتونم برات یه کاری بکنم. شیرین گفت قربونت برم، من اگه تو رو دوباره خوشحال ببینم هیچ چیزی از خدا نمیخوام، من خیلی دوستت دارم میدونی که. ملودی با یه بوسه روی گونش گفت منم تو رو خیلی دوست دارم، برای همین هم وقتی داشتم از همه فرار میکردم فقط به تو فکر کردم، حتی به فکر مادر و پدر خودم هم نیفتادم. نمیدونم یه دختر خوب و مهربونی مثل تو چطور تا حالا تنها مونده. شیرین با خنده ای گفت شاید خدا منو خیلی دوست داره، میخواد که دست کسی به هم نرسه و همیشه آزاد باشم. نگاه کن الان در عرض یه دقیقه تصمیم گرفتم که با تو به ویلات بیام. نه از کسی اجازه گرفتم، نه لازم بود کسی رو قانع کنم. اگه رئیسم هم میگفت نمیشه بهش میگفتم گور پدرت، من اداره نمیام، میبینی که میشه. تا حدی هم حرفش درست بود. بالاخره به ویلای ملودی رسیدم. با اولین بوق ماشین در باز شد و زن روستایی با لبخندی به اونا سلام کرد و خوش آمد گفت و گفت خانم همه چی مرتبه، اگه چیزی خواستین من و مشتفر در خدمت شما هستیم. بعد از دولا و راز شدن خداحافظی کرد و رفت. ملودی ازش تشکر کرد و گفت اگر احتیاج بود صدات میکنم و وارد گاراژ ویلا شد. خدمتکار شومنه را روشن کرده بود، بوی خوشی فضای ویلا را پر کرده بود.
نسیم خنکی از یکی از پنجره‌های ویلا که باز بود به درون ویلا راه پیدا کرده بود که ملودی را به یاد مهودی انداخت که می گفت او همیشه در و پنجره‌های ویلاشو برای نسیم باز نگه می داره که پشت در نمونه. باز کم کم داشت گذشته ها در ذهن ملودی زنده می شود. شیرین مثل دختر بچه کوچولویی به همه جای ویلا سر می کشید و به به و شه شه می کرد. بالاخره در تراس رو باز کرد و گفت ملودی تو چایی میاری یا من بیارم؟ نمی خوام به جز ما کسی اینجا باشه. می دونم اگه دست تو باشه حتما خدیجه باید به ما چای بده. ملودی گفت نه، من از تو پذیرایی می کنم. حالا تو مهمان منی. اگرچه دلم می خواد در مدتی که اینجا هستیم اینجا رو خونه خودت بدونی. هر طوری که دوست داری رفتار کنی. شاید منم از تو یاد بگیرم. و با دو فنجون چای و مقدار میوه که از سر راه خریده بودن بعد از چند بار شستن به تراس اومد. نشست و چشم به دریا دوخت. رو به شیرین کرد و گفت خب خانم معلم، شاگرد شما آماده است. درس تو شروع کن. شیرین دستی به موهای دوستش کشید و گفت ملودی عزیزم، همانطوری که بارها گفتم فرار از مشکل راه حل آسونیه، ولی مشکل رو حل نمی کنه. تو دو راه داری. راه اولت اینه که از جواب تمام سوالات چشم بپوشی و بار سفر ببندی و بری، ولی یادت باشه که اونا رو با خودت میبری. اونا هر شب خواب تو میگیرن و تا آخر عمر زجرت میدن. که من فکر میکنم این راه درستی نیست. ببین عزیزم، من فکر میکنم همه شما توی این بازی 10 ساله به طریقی باختید. مامان، بابا، سروش، مهودی، مامان و بابای سروش، شاید هم دوست دختر سروش. راه دومت اینه که تو، یا اگه دوست داشته باشی من و تو، سر در بیاریم که دلیل هر کسی برای اون چه در 10 سال پیش کرده چی بوده. حالا چی فکر میکنه؟ از این به بعد رو چی میخواد بکنه؟ وقتی جواب سوالامون داده شد، تو هر کاری بخوای میتونی بکنی. میتونی با خیال راحت خارج بری یا میتونی یه زندگی تازه در اینجا برای خودت شروع کنی. ملودی پس از مدتی سکوت گفت شیرین جون، تو خیلی پخته شدی، حق با توه. من باید بدونم چرا 10 سال از عمرمو به این آسونی از دست دادم، ولی روبرو شدن با اونایی که منو 10 سال آزار دادن آسون نیست. شیرین گفت آره، ولی با روبرو شدن با اونا و شنیدن حرفاشون تو فرصتی بید به دست میاری که تصمیم بگیری کی رو برای همیشه ترک کنی، با کی دوباره دوستی کنی. باید ببینی کی از گذشته درس گرفته و پشیمونه و کی نیست. بازم میگم تو باید برای سوالات جوابی داشته باشی که بتونی به آرامشت برگرد. فکراتو بکن، ببین از کی میخوای شروع کنی که با هم بهش فکر کنیم و راه حلی براش پیدا کنیم. گوش دادن به حرفای آدما، دوست یا دشمن، بهترین راه حل برای رفع اختلافاته. جنگ و دعوا، کشت و کشتار هیچ وقت به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. به جنگ بین کشورها، مذاهب و غیره فکر کن. آخرش چی؟ باید دور هم جمع بشن، بشینن و با هم صحبت کنن تا مشکلشون رو حل کنن. غیر از اینه؟ شیرین وقتی دید ملودی ساکته گفت میخوای از نزدیکترینشون شروع کنیم؟ قلب ملودی به تپش افتاد و گفت منظورت مهودیه؟ شیرین گفت آره عزیزم، چرا نه؟ نمیخوای بدونی چرا 10 سال اجازه داده که سروش هر بلایی که خواسته سر تو بیاره؟
در حالی که اون 10 سال در انتظار تو نشسته و هنوزم ازدواج نکرده. ملودی، میدونی مهودی ازدواج کرده یا نه؟ ملودی گفت نه، هنوز تنهاست، هنوز داره دنبال عشق میگرده، هنوز تو عالم شاعرانه خودشه. بعد ملودی گفت نمیدونم شیرین، این کار سختیه. شیرین گفت میدونم، ولی باید انجامش بدی. چطوره براش یه نامه بدی؟ بگی که میخوای باهاش حرف بزنی. برو ببینش و هر سوالی داری ازش بکن. بهش فرصت بده که برات توضیح بده. بعد خودت تصمیم بگیر که باهاش چه کار کنی. ترکش کنی؟ یا دوستش داشته باشی؟ کی میدونه؟ شایدم اگر خدا بخواد بعد از این همه رنج با هم ازدواج کردین و خوشبخت شدین. شما هر دو هنوز جوونین. ملودی لبخند تلخی زد و گفت شیرین جون فدات بشم، من هنوز طلاق نگرفتم. 10 سال رنج زندگی جهنمی زن و شوهر بودن رو کشیدم. تو داری برنامه ی زندگی دیگه ای رو برام نقشه میکشی؟ شیرین گفت نه، من برات هیچ برنامه ای نریختم و نمیریزم. تو خودت تصمیم میگیری. تازه شایدم اگه سروش بفهمه که تو با مهودی از در آشتی در اومدی، ازت عذرخواهی کنه و رفتارشو عوض کنه. ملودی گفت شیرین جون، تو به هر فکری هستی یا بعدن باشی، از این یکی بیرون بیا. تکلیف من و سروش معلومه. تصمیم من درباره اون فقط اینه که تا نفس آخرم باهاش بجنگم. نذارم به این آسونی از انتقام من به راحتی در بره. 10 سال منو به بازی گرفته، عمر منو تلف کرده. که چی؟ که پولدار بشه؟ نباید بذارم به آرزوش برسه. باز شیرین دید که ملودی مثل دیشب داره به یه دیو تبدیل میشه. موضوع عوض کرد و گفت حالا به سروش فکر نکن، به موقعش در این مورد هم فکر میکنیم، به حرف میزن. اگه لازم شد از یه وکیل خوب کمک میگیریم، حق با توه. باش شیرین گفت ملودی عزیزم، بذار امروز کمی به همون خوش بگذره، بریم کمی کنار دریا تا شب نشده قدم بزنیم. امشب کمی فکر کن، اگه دوست داشتی یه نامه برای مهودی که دم دستمونه بنویس، بهش بگو که میخوای ببینیش. ملودی گفت باشه، بهش فکر میکنم. هر دو ویلا رو برای قدم زدن در کنار دریا ترک کردن. بعد از مدتی قدم زدن و لذت بردن از نسیم خنک دریا به ویلا برگشتن و با ماشین برای خوردن شام و خرید به شهر رفتن. شب خوبی بود. هر دو راضی و خوشحال به ویلا برگشتن. ملودی مدتها با فکر خودش در جدال بود. بیاد نامه مهادی افتاد. برای چندمین بار نامه مهادی را که بعد از آخرین ملاقاتش برای او فرستاده بود خوان. اگرچه وقتی نامه را دریافت کرده بود تصمیم نداشت که به او جوابی بدهد، ولی حالا شرایط عوض شده بود. به خودش گفت بهتره که جواب اونو بده. خوشحال بود که او اولین کسی نیست که اقدام به برقراری ارتباط مجدد میکنه.